اصلا خود محبت حسین چشیدنیه. یک عده که نمیفهمن نچشیدن محبت حسین. ببین جوانایی که این روزها باور کنید بعضی از این جوانا رو آدم میبینه میگه امام زمان اینا اگر در زمان جدت میبودن چه میکردن، تو صورتشون میزنن چنین. بعد این نمیفهمه که خودش در این حد نیست، میگه اینا رو نگاه کنه چیکار میکنه. خب عاشق نشدی جانا، از عشق چه میدانی تو که یوسف ندیده ای در خواب، چه ملامت کنی زلیخا را. لااقل سکوت کن، لااقل سکوت کن. آقا مگه چقدر دیگه چقدر یعنی چی؟ و علا مثل الحسین فلیلتم الخدود. دعای نطبه صبح نخوندید؟ و علا الاطائب من آل محمد و علی علیهما و آلهما سلام الله فلیبک الباکون و لمثلهم فلتزرف الدموع. فلیس رو خسار خون سریخه، یعنی عربده بکشه، جیغ بکشه. ولی یزج و زاجون، زجه با گریه فرق میکنه. زجه باید بزنن مردو، کاری که امینی میکرد، کاری که امینی میکرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری را، اخوان انصاری. ایشون به من میگفت با اخویم دو قلو بودن دیگه، دو تا شاگرد آقای خویی مجتهد، میگفت روز عاشورا کربلا بودیم با مرحوم آقای امینی، آقای امینی وسط ما دو برادر، ما هم دو تا کنار ایستاده بودیم. آقای امینی همینجوری پهنای صورت اش میریخت، هیئت ها می اومدن رد میشدن، آقای امینی نگاه میکرد. هیئت هندی ها رسیدن، شروع کردن اون زنجیرهایی که میدانید میزنن چه زنجیرهایی دارن، شروع کردن زنجیر زدن، خودشون لطپار میکردن. وسط اینها چششون با آقای امینی افتاد، با اون هیبت و با اون وقار. نمیشناختن آقای امینی، ولی فهمیدن شخص مهمی است. اون میوندارشون دست نگرداشت، گفت همه بیستن. یهو وسط این معرکه روز عاشورا با آقای امینی گفت شیخنا یجوز جایزه؟ آقای امینی سرخ شد، داد زد با گریه، گفت یجوز بزنید. بعد برگشتن، ایشون میگفت، بعد ایشون میگفت برگشت به من گفت توی قدیر شل آمدیم، اصلشو منکر شدن، نسبت به حسین عاشورا دیگه شل نمیای. حواسم رو برد یه جای آقای طالبیان اب نداره، ایشون باعثش شده ها. گفت شب عاشورا کربلا بودم، دیدم آقای امینی آمد، فهمیدم، میدانستم این پیر گریه است، کسی در گریه بر حسین به گردش نمیرسه. شب عاشوراست، گفتم رندی کنم دنبالش را بیفتم، نمیشم چیکار میکنم. از دور مراقب بودم، رفت زیارت امام حسین، زهار زد گریه کرد. خب زیارت امام حسین، رفت حرم ابوالفضل دنبالش، همینجور دنبالش از دور میرم چیکار میکنم. همه اینا رو گشت، من از دور مراقبم. کم کم سحر شد، دیدم رفت تل زینبیه. ملتجی مدعی هرگز مزن بیهود لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. همچی خواهری دنیا دیده هستن؟ از اول خلق تا به آخر این چرخ ندیده چون تو خواهر. ببخشید من دیشب به آقای زبی گفتم آقا باید کمتر صحبت کنم، خسته میشن میگن این چی. گفتم نه رفقا، خودشون گفتن دیگه شبشه، عاشقان نیست که گوید سخن از عشق بس است. گفتیدم آقای امینی، من از دور مراقبم، دیدم آقای امینی روی تل زینبه یه رو به گودی قتلگاه ایستاده، دعای اینجوری رو دیدیم شنیدیم، دیدم اینجوری کسی دعا کنه، دیدم یه دستش اینجوریه، خب اون نماز شب میخونه باید تسبیح دستش باشه، بعدم دیدم نماز شبش تموم شد، دیدم یک دستش اینجوریه، یک دستش رو اینجوری گرفته، هی اینجوری میکنه، اینجوری میکنه و هی زار میزنه، اینجوری دو ساعت هم اینجوری زار میزنه و دست تموم شد. صبح رفتم خدمتش، صبحش آقا سلام فرمودید. گفتم آقا من دیشب از سر شب تا صبح دنبال شما بودم. چرا؟ گفتم خواستم ببینم شما چیکار میکنید. همه چیزشو فهمیدم، زیارت کردی امام حسین ابوالفضل. آقا این چه سری بود؟ تو تل زینبی یه دست تو اینجوری گرفته بودی، این دستم تکون میدادی. گریس. گفت حالا دیدی یه بچه از مادرش چیزی بخواد، از باباش چیزی بخواد؟ گفتم چطور؟ گفت یه دستش دراز میکنه که بده، با یه دستش دامن مادر یا بابا رو میگیره تکون میده. من دیشب دست به دامن بیبی شده بودم. چشیدنیه،
بابا باید بچشی محبت امام حسین رو تا ببینی یک عده‌ای از بچه‌ها، یک عده‌ای از جوونا چرا انقدر آتیش میگیرن، چرا نمیتونن آروم بشن. باید بچشی تو که نچشیدی. زنهای مصر، زنهای مصر شروع کردن به ملامت کردن تو شهر، هو کردن که او زلیخا یک غلامی داره، یک غلام معلوم نیست، غلام سیاه است، عاشق شده، خاک بر سر زلیخا عاشق غلامش شده. گفت بهتون نشون میدن، قرآن میگه. 40 تاشون رو دعوت کرد، متکا گذاشت، پشتی گذاشت، همه آمدن نشستن، پرتغال گرفت و کارتم داده دست همه. همه که نشستن به یوسف گفت اخرج الیهن، برو تو. تا وارد شد گفتن قل نه حاشا لله ما هذا الا ملك كريم، قرآن اصلا بشر نیستیم، فرشته است. فقطعنا ایدیهن، شروع کردن دستا رو پوست کندن. به یوسف نگاه میکن، متوجه نیستن. چی گفت زلیخا؟ گفت خب هذا الذي لمتنني فيه، این همان است که منو ملامت میکردید که چرا دل بهش دادم. بابا تو که امام حسین ندیدی، نچشیدی محبتشو، چرا ملامت میکنی؟ تو که یوسف ندیده ای در خواب، چه ملامت کنی زلیخا را؟ باید بچشی محبت حسین رو. حلوای تنتلانیست تا نخوری ندانیست.